سرخط خبرها. افتتاح کار کمپلکس اداری دارالامان در کابل. اعتراف دو نفر از پنج مهاجم انتحاری روز گذشته بادغیس به کشتن افراد غیر نظامی در این رویداد. و برگزاری دومین نشست بین الافغانی تا یک ماه دیگر. سلام و وقت شما بخیر. امروز یک شنبه 23 ماه سرطان سال 1398 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. رئیس جمهور غنی میگوید که کامپلکس های اداری در 27 ولایت کشور ساخته می شود. رئیس جمهور غنی میگوید که نه تنها در ولایت کابل بلکه کامپلکس های اداری در 27 ولایت ساخته خواهد شد. آقای غنی که امروز در مراسم تهداب گذاری کامپلکس اداری دارالامان در ارگ ریاست جمهوری سخن می گفت، تاکید کرده است که در مورد کامپلکس معلومات نمی دهد، ولی چیزی که می خواهد سرعت عمل است. کابل جریان دارد، در 27 ولایت افغانستان کامپلکس های اداری زیر کار است. ای تنها بعد از این ما کابل محور بوده نمیتونیم، کابل یک مسئولیت خاص داریم، اما ضرور است که تمام ولایت افغانستان دی خود ببینند. او افزوده است که مشکل کابل را خلای حکومت داری خوب به وجود آورده بود. چهارچته و بالا حصار کابل دوباره احیا خواهد شد و این خاطر نشان ساخت که دراد دولتی به دارالامان انتقال داده می شود و مرکز شهر مرکز فرهنگی خواهد گردید. به گفته ی رئیس جمهور، ملکیت باشندگان کابل ملکیت ثابت با اعتبار و برای سرمایه گذاریشان خواهد بود. و این تصریح کرد که تعمیر قصر دارالامان با 9 میلیون دلار هزینه ماه آینده تمام می شود. به گفته ی اشرف غنی، هیچ تعمیری نمی تواند از قصر دارالامان بلندتر باشد تا بلندی این قصر حفظ شود. او همچنان افزود که تا کنون 4 میلیون جریب زمین دولتی در کشور به ثبت رسیده است. زیاده از 4 میلیون جریب زمین دولتی در افغانستان تثبیت شده. 4 میلیون. و ای آینده را تشکیل میده و نوع استفاده از این زمین آینده افغانستان است. و در پهلوی از این تمام علفچرهای افغانستان، تمام پارک های طبیعی ما و اینای ما در یک بانک زمین به صورت واضح از استفاده املاک دولتی، املاک خود مدیریت کنین. خراب را داره ضرورت به یک قران کمک خارجی بر از این کمپلکس نیست. در پایتان استاد شوین، منابعتان قدر شد بفهمین، پس آینده ما انشالله درخشان خواهد بود. رئیس جمهور غنی در حالی از ایجاد کمپلکس اداره دولتی در 27 ولایت کشور سخن میزند که چند سال قبل عبدالکریم متین ولی پیشین ولایت غزنی بارها از ایجاد یک کمپلکس اداری در ساحه دشت قلعه جوز غزنی و دست پورت و دهی که تا کنون عملی نشده و ساخت و ساز اداره دولتی در داخل شهر جریان دارد. دو نفر از پنج مهاجمان انتحاری که روز گذشته بر هتل در شهر قلعه‌نما بادغیس حمله کرده بودند، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی اعتراف کردند که برای هدف قرار دادن و کشتن همه دستور گرفته بودند. پنج حمله کننده انتحاری وابسته به گروه طالبان حوالی ساعت 12:34 روز گذشته بر هتل در 100 متری فرماندهی پلیس در شهر قلعه‌نما مرکز ولایت بادغیس حمله کردند و برای ساعات با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این حمله پس از نزدیک به 6 ساعت مهار شد. وزارت دفاع ملی گفته است که 3 نفر از مهاجمان در درگیری با نیروهای دولتی کشته و 2 مهاجم دیگر نیز بازداشت شدند. با این حال وزارت دفاع ملی ویدیویی از اعترافات این 2 فرد بازداشت شده به نشر رسانده است. این 2 مهاجم که در حمله بر هتل در شهر قلعه‌نما دست داشتند، به صراحت اعتراف میکنند که برای کشتن همه دستور گرفته بودند. یکی از این مهاجمان میگوید که سوی مولا نوراقا و اسحاق پهلوان که ظاهرا از فرماندهان گروه طالبانند، برای انجام حملات در
شهر قلعه نو فرستاده شدند. او در پاسخ این که برای کشتن چه کسانی مامور شده بود میگوید که هر کس برابر شد. وزارت دفاع ملی شمار قربانیان حمله روز گذشته در شهر قلعه نو بادغیس را 4 کشته و 20 زخمی اعلام کرده است. همه زخمیان غیر نظامیان هستند. ارگ ریاست جمهوری نیز به این حمله گروه طالبان واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. با این همه شورای امنیت ملی میگوید که نشست دوم بین الافغانی تا یک ماه دیگر برگزار می شود. شورای امنیت ملی کشور از برگزاری نشست دوم بین الافغانی در ظرف چند هفته دیگر خبر داده است. هرچند محل و موعد برگزاری نشست دوم بین الافغانی سال تا کنون دقیقا مشخص نشده است، اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که هماهنگی و تنظیم برخی مسائل مربوط به نشست دوم بین الافغانی نیاز به زمان دارد. دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی در خبرنامه گفته است که دکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی با پیتر پراگل سفیر جرمنی در کابل دیدار کرد. دکتر محب در این دیدار گفت که نشست و گفتگوها در مورد صلح میان افغانان در هر جا و زمان مفید و مهم می باشد. وی در این ارتباط به نشست اخیر قطر اشاره کرد که با وجود بعضی ملاحظات یک آغاز خوب بوده می تواند. دکتر حمدالله محب از کشوری آلمان و مؤسسه برغاف تشکری نمود که در برگزاری نشست دوحه همکاری کرده و فرصت آن را مساعد ساخت که نظریات، گفتگوها و پیشنهادات پیرامون صلح میان افغانان در میان گذاشته شود. سفیر جرمنی در حالی که تلاش ها و حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پروسه صلح را ستایش نموده گفت که در این راستا همکاری های خیش را ادامه خواهند داد. از توجهتان به داشتهای خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.